بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا الزر بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته الله تعالی شکر سپاس میگیم که این توفیق رو پیدا کردیم تا بتونین با برنامه بازخانی تاریخ در خدمت شما عزازن بیننده باشیم و البته این اولین برنامه ما بعد از یعنی در واقع در ماه مبارک رمضان هست و از الله متعال خواهانیم که این ماه را ماه مغفرت که ماه مغفرت در واقع هست و نزول رحمت الهی ما رو مشمول این رحمت و مغفرت بگردونه و رمضان به پایان برسه و ما جزو آمرزیده شدگان در این ماه باشیم اما عرض سلام دارم و خوش آمد خدمت استاد حسینی عزیز و گرام استاد حسینی خیلی خوش آمد کنم ام خدمت شما و بینندگان عزیزمون هر جا که هستند عرض ادب و سلام دارم آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم امیدوارم که این فریزه آن اهدافی که مد نظرش هست در ما تحقق پیدا کند نه اینکه فقط به خودمون گرسنگی و تشنگی بدیم بلکه به ما صبر یاد بدهد گذشت یاد بدهد به ما اتخ... از خودگذشتگی یاد بدهند به ما یاد بدهند که چگونه بایستی باشیم چگونه با مردم برخورد کنیم چگونه صبر کنیم در برابر بدرفتاری های دیگران حتی همه اینها از فواید مهم روزه هست که امیدوارم که خداوند به ما توفیق بدهند که بتونیم اهداف روزه را براورده کنیم آم. آم. ما با حالا با توجه به که در واقع ما میخواییم به یکی از اتفاقات رمضانی در حقیقت که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده در تاریخ اسلامی به حول قوه الهی بپردازیم و اونم فتح مکه هست اما با توجه به اینکه حالا ما رمضان را در ذهن عوام یا در ذهن حالا در واقع ما ذهنیتمون نسبت به رمضان این گونه هست که شاید بعضی این تصور رو بکنم رمضان که اومد دیگه باید استراحت کرد در واقع حالا نمید. یعنی به نوعی ماه حالا با توجه به اینکه شخص روزی میشه نمیخوره نمی آشامه تو ذهنش این هست که رمضان را نه. یکم باید خودش رو در واقع فارغ بکنه از کار و فعالیت و تلاش اما زمانی که به تاریخ اسلامی نگاه میکنیم به ویژه فتوحات اسلامی در رمضان اتفاقات خیلی بزرگی افتاده در تاریخ ما که چه بسا تاریخ مسلمین رو عوض کرده یعنی سرنوشت ساز بوده در تاریخ ما میخوام اینو بپرسم که چطور دید اونها به نسبت رمضان به ویژه نسل برتر امت و دید ما نسبت به رمضان آیا واقعا رمضان چطور می شود در رمضان اصلا با تشنگی و گرسنگی این چنین دستاوردهایی رو داشت بله بسم الله الرحمن الرحیم ما در ماه مبارک رمضان اتفاقات بسیار بزرگی در تاریخ اسلامی داشتیم اتفاقاتی که حقیقتاً مسیر تاریخ و مسیر امت و دچار تغییر و تحول کرده یعنی طبعا. هیچ وقت روزه به این معنا نبوده که اونها دیگه به معنای تنبلی و بیکاری و تسلیم شدن بود به خواب که انسان فقط در خواب باشه به هیچ عنوان این گونه نبوده حتی ما وقتی که به تاریخ خیلی نزدیک خودمون برمیگردیم در روزهایی که بودن مردم در تابستان میرفتن برای درو کردن محصولاتشون بلد. در اون گرمای شدید با این حال روزه بودن روزشون رو نمی و محصولشون رو درو میکردن گندم رو درو میکردن خب در ماه مبارک رمضان در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و ما دو جنگ داریم سلام. که در ماه مبارک رمضان حداقل رخ داده یکی غزوه بدر هست یکم فتح مکه بله. هر دو دارای یک ویژگی خیلی خاص و مهمی هست فتح مکه در سال هشتم هجری در ماه مبارک رمضان رخ داده بله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دهم این ماه بس. یا در بعضی رات گفتن هشتم اغلب گفتن که ده این ماه از مدینه به طرف مکه حرکت میکنن بله. ما میدونیم که در صلح حدیبیه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با مشرکین صلح کردن از بندهای این صلح یکی این بود که ده سال تمام درگیری ها متوقف, میشه بین قریش و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و هر کی خواست میتونه همپیمان بشه با قریش یا همپیمان بشه با رسول الله صلی الله علیه و سلم و مردم همه در امنیت هستند بله. هیچ کس به دیگری تعرض نمی کند این از بنود از بندهای این اتفاق بود بله. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این اتفاق بسیار استفاده خوبی بردن و خداوند آن را به عنوان فتح مبین یاد فرمودند بله صلح حدیبیه به فتح مبین یاد می شود خب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این تونستند خیبر رو از لوس یهود پاک کنند از خیبر بیرون می کنند به یک خاری بودند یک شمشیری بودند بر جسد امت اسلامی تونستند یهود خیبر رو بعد از این قرارداد صلحی که با اهل مکه بستند دیگه خلاص قبلا اتفاقیاتی داشتن با هم دیگه قراردادهایی داشتن در غزوه احزاب دیدیم که یهود و مشتکین همه با هم همدست بودند بله برای اینکه کلا ها رو از بین ببرند الان دیگه رسول الله صلی الله علیه و با قریش صلح کرده قریش اعتراف کرده به اینکه الان مدینه یک حکومتی است که قدرت داره و قریشیان از جانب ضعف حقیقتا تن به این صلح دادن اگه قدرت داشتن هیچ وقت به این صلح هم تن نمی دادن, دادن. به خصوص بعد از این قرارداد صلح اهل اه اه مکه متوجه شدن که چقدر قدرت اسلام نفوذ پیدا کرد بود و بیشتر شده بود بهم. بحرین مسلمون شدن عمان مسلمون شدن نامه هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سران کشورها و امپراتورهای اون زمان نوشتن برای ایران نوشت برای روم نوشت بله. وقتی که ابو سفیان رفته بود به غزه در یک سفر تجارتی هرقل پادشاه روم از آنها دعوت میکنه بعد سوال میکنه خب نامه رسول الله صلی به او رسیده بود که ابو سفیان میگه که الان کارش به جای رسیده محمد که پادشاه روم دیگه از او حساب میبرد بله. وضعیت اینگونه شده بود در این مدت کوتاه همونطور که ابن شعاب زهری هم رحمت الله علیه میگویند مکاسب خیلی زیادی برای اسلام داشت بعد از صلح بعد از و خیلی از مردم و قبائل به اسلام وارد شدند خب در این قرارداد دیگه از این بند این بود که هر قبیله هم که خواست میتونه هم پیمان قریش بشه یا هم پیمان رسول, الله صلی الله علیه و سلم خب قبیله خزاعه با رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پیمان میشن قبیله بنی بکر هم با قریش با خب خیلی از افراد این قبیله خزاعه هم مسلمون میشن تا اینکه در سال هشتم هجری میبینیم که قبیله بنی بکر که هم پیمان قریش بودن خیانت میکنن و حمله میکنن به خزاعه بله و این جنگ حتی به داخل حرم هم کشیده میشود شود قریش هم از نظر نظامی به بنی بکر که هم پیمانشون بودن کمک میکنه و همین که بعضی از جوانهای حماسی اونها میان مشارکت داشتن مشارکت مستقیم میکنن در این جنگ بله. خب بعد این خبر به رسول الله صلی الله علیه میرسه خوزائه عمر بن سالم خوزائی میره پیش رسول الله صلی الله علیه میگه رسول الله به ما حمله شده و تعدادی از ما را کشتن بس میشه گفت این جرقه فتح مکه هست میشه اینو گفت این بله بله جرقی اینجا زده شد اینجا بود که قریش خیانت کرد بله بعد از این واقع که رخ داد ابو سفیان بالاخره که انسان خیلی زیرکی بوده بله ابو سفیان انسان زیرکی بوده میاد مشورت میمید ما چی نفی بردیم الان با این کاری که رخ داد کاری که بله. کردیم سران مکه رو جمع میکنه سران مکه رو جمع میگم ما چی الان نفی بردیم از این کارمون سلاح بهشون دادیم چند تا از جوانهای که دارای شور و حماسی بودند رفتن با اینها همکاری کردن ابو سفیان خواب دیدیم میدونست که دیگه خودشون هم میدیدن که چقدر اسلام نفوذ پیدا کرده قدرتی شده, قدرتی شده قدرتی شده قبائل مسلمون شدن دولت ها مسلمون شدن نامه نمی نویسه به دولت ها رسول آه. الله صلی الله علیه و سلم پادشاه روم نمیشه پادشاه ایران نمیشه پادشاه روم که دیگه مستقیم از ابو سفیان در مورد رسول الله صلی الله علیه و سوال کرده بودند اینجا بود که واقعا در یک موقعیت بسیار ضعیفی بودند قریشی ها اهل مکه نشستن مشورت که چیکار کنیم الان که این قضیه را جمعش کنیم میدونستن که حتماً رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خونخواهی و به خاطر اینکه قریش خیانت کرده و نقض عهد کرده به مکه خواهد اومد بلد. خب در صلح حدیبیه نگذاشتن یک سال بعدش اومدن دو هزار نفر علا رغم انفیشون اومدن داخل مکه رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادن عمرشون انجام دادن برگشتند. سه روز ماندن در مکه و بعد برگشتن بلد. یعنی اگر قدرت داشتند این اجازه رو نمیدادند کسی که از مکه رانده بودند میخواستن او را ترور کنند او را بکشند او را زندانی کنند او را اسیر کنند خب ابو سفیان که آدم زیرکی بود میاد این مجلس مشورتی را میداد یک مجلس شکار کنیم ما به این نتیجه میزن که ابو سفیان بعد خودش بره به مدینه مستقیما با رسول الله صلی علیه و مذاکره بشه بله. یعنی؟ بله بله به این نتیجه می که تنها کاری که میشه کرد اینه که ابو سفیان بره عذرخواهی کنه و تجدید اون عهد و پیمان کنه بله اعتراف کنند که ما اشتباه کردیم این نقض یعنی اعتراف میکنند که نقض عهد کردیم پیمان رو شکستیم بله میاد به مدینه ازش قبول نمیشه رسول الله صلی الله علیه و آله بهشون توجه نمی به هر کدام از یاران از سران اصحاب که مراجعه میکنه از اونها کمک میخواد هیچ کدام جوابش نمیدن تا اینکه خب دیگه میدونه که اوضاع چطوره که بر میگره میگه که هیچ کس منو تعبیل نمی نگرفت و اینها منتظر بودن که امروز فرداست که چه بسا رسول الله صلی الله علیه و آله وارد مکه شود بله یعنی این در ذهنشون بود انتظار اینو داشتن ترسی که بر اونها غالب شده بود در اینجا بله. الان مثل قبل اون قدرت نظامی اون قدرت سیاسی اون قدرت دینی اون مکانتی که در بین عرب داشتن دیگه نداشتن بله. مثل گذشته نبود خب رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان آماده باش میزنه برای حرکت به سوی مکه, مکه. اما قبل از اینکه برای اینکه که زنها را منحرف کنه یک سریعی را میفرستد به جای دیگر بله چند نفر رو معمور میکنه رسما علنا اونها رو میفرسته میگه که شما برید به فلان جا ام. بعد اعلان آماده باش که میده مردم خواهم میخوان برن به آن طرف برای انحراف از هان قریش در وقت حتی الحرب انت... خود دیگه بله. جنگ نیرنگه بله بله. بله, بله بعد از این هم بعد از این خب میگن اعلان, اعلان میفرمایند رسول الله که ما میریم برای فتح مکه و بعد دعا میکنند که بار ها اخبار ما را بر قریش پنهان بدار خبر نشد و قریش هم خبر نشدن مگر زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به 22 کیلومتری مکه در مرز الظهران میرسند اونجا بود که دیگه متوجه میشن دیگه کار نمیتونستن بکنن کار از کار گذشته بود اصلا هیچی خب ده هزار نیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت الله علیه و آن زمانی که احزاب با ده هزار نیرو مدن به, مک... به مدینه برای اینکه کلا رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنان را از بین ببرند با ده هزار نیرو مده بودن حالا رسول الله صلی الله علیه سلم با ده هزار نیرو اومده برای فتح مکه بله. بعد از اینکه تونسه بودن هم یهود بنی قریزه رو ادب کنند و هم یهود خیبر رو سرکوب کردند و اون خیانت ها و جنایت هایی که داشتن فتنهایی که داشتن اونها را خواباندند الان موندن کی فقط قریش قریش سران کفر در مکه سن الان دیگه بله. مکه هم جایگاه خاص و ویژه‌ای داره دیگه در بین عرب ها در قلوب عرب خب دعا میکنند رسول الله صلی الله علیه صلی اللہ و سلم علیه سلم علیه که بار ها اخبار ما را بر قریش پنهان نگه دار بله. و یه آماده که میزنند از قبایل اطراف هم نیرو تقاضا میکنند مسلمان ها بله از قبایلی که مسلمان شده بودند نیروهایی آماده میشن میان مجموعا میشن ده هزار نیرو برای فتح مکه بله. دقت کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم خب تک و تنها مخفیانه از مکه اومدن بیرون در وقت ظهر که میخواستن پیامبر رو ترور کنن دیگه پیامبر رو بکشن الان با ده هزار نیرو داره وارد میشه آن یارانشون که پنهانی همه هجرت کردند مالشون رو رها کردند حتی حاضر شدن مثل خباب ابن عرد رضی الله عنه که بگی که این مال من فلانجا هست برای خودتون بردارید برای خودتون اجازه بدید فقط من برم بله. خب اینهایی که مخفیانه و جدا جدا حالا دو نفر سه نفر یا تک تک هجرت کرده بودند الان در یک دسته ده هزار نفری میبینیم که بر می به مکه بله کجا این انتظارش رو داشتن؟ یعنی برای اهل مکه قابل در واقع تصور نبود بله که همونایی که ما اینا رو بیرون کردیم یه روزی و ما قدرت بودیم و در واقع اینها مظلوم بودن الان در واقع همه چی بچرخه دیگه همه چی معادلات به هم بخوره و الان اینها دارن میان به سمت مکه و برای فتح مکه اما آیا رسول الله صلی الله علیه حالا در این بگیم وقتی که در مر زهران بود دیگه درسته در منطقه, منطقه ای که اطراق کردن حالا به اونجا رسیدن قرش خبردار شد بله رسول الله قبل از اون بگیم پیام رسانی، التیماتومی، پیامی به قرش نفرستاد به اهل مکه نه کنید وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مدینه میرفتند در جحفه حضرت عباس با خانوادهشون هجرت کرده بودند بله. که با پیامبر ملاقات میکنند و رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس همراه خودشون میگن شما بیایید با ما خب حضرت عباس از جمله‌ی بزرگان مکه بود دیگه از بنی هاشم بودن و از هم از بزرگان بنی بزرگ بنی هاشم بود و همین که از بزرگان مکه بود بله هجرت کرده بودند الان رسول الله از او میخوان و احترام خاصی برای عموی خودشون قائل بودند رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت عباس رضی الله عنه عموشون باید خیلی احترام خاصی داشتن برای عموی خودشون بله خب در این زمانی که ابو سفیان بر به مکه و میخواست که قرارداد صلحش رو تمدید کنه و مورد قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار نگرفت و هیچ کدام از بزرگان اصحاب هم به او اعتنایی نکردند در این قضیه جوابی ندادند خب حالا انتظار داشتن که حتما یه خبری خواهد شد در آن چیزی که در صحیح بخاری اومده خیلی جالب هست که ابو سفیان با چند نفر از سران مکه اومده بودن بیرون بینن چه خبر هست این ترس رو داشتن این وحشت رو داشتن که انتظار رو داشتن که حتما رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهد اومد هشام ابن اروه از این است که از پدرش حضرت زبیر که نقل میکنه که ابو سفیان ابن حرب حکیب ابن حزام و بودید ابن ورقا میگه شب اومده بودن بیرون بیدن که چه خبر هست میکن داره رسول الله بیاد نیاد میگه تا این که اومدن به مرد زهران مرد زهران خب فاصلش گفتیم تقریبا 22 کیلومتری مکه هست اونجا که رسیدن دیدن که خیلی آتش روشنه رسول الله دستور داده بودن که در آن شب آتش هر فردی آتش روشن کنه بله. هر کس میتونه آتش روشن کنه خب چون وقتی دشمن اینو ببینه میگه که نیروی خیلی زیاد اومده یه رو با وحشت در دل میندازه بله. ابو صوفی هم میگه که چه خبره این, این همه آدم واسه چی اومده؟ این همه آدم این همه آتش بودیل ابن ورقام میگه که اینا اتمالا قبیله بنی امر باشه ابو میگه که نه بنو عمرو این قد نیستن تعدادشون خیلی کمتره این آتشی که برپا شده خیلی زیاد است در این این روایت بخاری است بله. گروهی از نگهبان ها کشیک میدادن اینا را میبرن دستگیر میکنن بله میارن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو سفیان مسلمون میشه و بعد رسول الله صلی الله علیه و به عمویشون حضرت عباس میفرمان که فردا چون ای داشتن گفت ابو رو روی دماغه اونجا بذار بشینید شما و ارتش ده هزار نفری ما که حرکت میکنه تا ببینه بله. خب این سبب شد که یک ترس و وحشت بیشتری در قلب ابو سفیان بله. که وقتی برگشت گفت که بابا لشکری اومده که شما نمیتونه جلو دارش بشید هر که خونش بشینه در امنیت هست هر که بره مسجد الحرام در امنیت هست هر که سلاح بندازه در امنیت هست هر که بیاد خونه ابو هم در امنیت هست در امنیت. یعنی چهار گوزینه هم رسول الله صلی الله علیه و بهشون دادن بله به ابو سفیان گفتن و اعلان کردن که هر کس که در مسجد الحرام بشینه هر کس در خونه شو ببنده هر کس رو بر زمین بذاره و هر کس هم که پناهنده شد به خانه ابو سفیان چون سن بزرگ قریش بود بزرگ قریش همه در بله. امان همه در امان هستن بله پس دقت کن الان این پس اینجا شواله به این حالا همین پیشنهادات رسول الله هست صلی الله علیه و سلم این که در واقع یعنی زیبایی ببینیم اخلاق اسلامی حتی در فتوحات و حتی به نسبت کسانی که زمانی که رسول الله صلی علیه و تو مکه بود چقدر آزار و اذیت کردن رسول الله صلی الله علیه و با انواع روش ها و اسالیب و یعنی هیچ دیگه کاری نبود که برای رسول انجام ندادن مسلمان ها رو چقدر اذیت کردن که اصلا همین خباب ابن عرد که شما اسمش رو گرفتید میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و میگه که یا رسول ما چیکار کنیم دیگه الا دستن لنا الا تدعو لنا آیا برای ما دعا نمی کنی آیا طلب یاری نمی کنی دیگه برامون خیلی دشوار شده حالا الان در واقع زمینه فراهم شده برای اینکه یک انتقام سخت بتونن بگیرن از اونهایی که این همه آزار اذیت بهشون کردن بله. اموالشون رو گرفتن خانواده رو چه از هم جدا کردن تفکی کردن همه این آزار و اذیت ها اما رسول الله صلی الله علیه و این گزینه ها رو براشون قرار میده این در واقع نکته هست که بله بله شب... به طور بله. کلی همیشه در فتوحات اسلامی هم اصل و اول این قرار میدن که اگه مسلمان شدید که شما مثل ما هستید و هر حقی که ما داریم شما هم دارید برادر مسلمان ما هستید بله. و هیچ گونه تعرضی به شما نمیشه جنگی هم نیست و تعرضی نیست اگه نخواستید مسلمون بشید خب در زیر حکم اسلامی بیاید تسلیم بشید و در مقابل دفاعی که ما از شما میکنیم سالانی مبلغی پرداخت بشه که از اون در فقه اسلام بران جزیاد میشود اگر این هم قبول نمی کنید خب رای چاره تنها چیزی که میمونه گزینه سوم که جنگ هست دیگه بله یعنی در ابتدا اسلام هست نمیخواید مسلمون بشید میل خودتون جنگ نکنید بگذارید شما در زیر پرچم اسلام زندگی کنید و حق و, حق و, حق و حق حقوقتون, حقوقتون کاملا هم رعایت میشوند میشون. هیچ تعرضی به شما نمیشوند به نمیشون. مالتون نه به جانتون نه نمی به ناموستون نه به اعتقاداتتون به محل عبادتتون هیچ کاری تمام حقوقتون محفوظ هست و حتی دفاعشون میشه دفاع در مقابل تعرض دیگران بله ظلمی که بهشون بشه و حتی رسول الله سلم کسی که معاهد هست عهد و پیمان داره بدون جرمی اونو بکشد به بهش نمیره بوی بهش به مشامش نمیرسه بله. خب این به تکر به طور کلی ما داریم حالا جالب هست که ماه مبارک رمضان هست ده هزار نیرو هستن و احتمال جنگ هست دیگه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله چیکار میکنن کم کم که نزدیک میشن میفرمایند که همونطور که در روایت امام مسلم هست فرمودن که انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوى لكم دارید به کم کم به دشمن نزدیک میشید افتار کنید که برای شما بهتر هست قویتر میشید آقا که روزه داره کمی جسدش چه واسه ضعف میشه نمیتونه اونم شمشیر با در دست بود جنگ تن به تن بود بعد شین بود در شین اینجا رسول الله پیشنهاد دادن که اگه روزه اینو دارید آره هر کی میخواد اینجا دنبالش چون بود که فمن من ساما مننا مننا من افتر. من 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 افطر من چون اختیاری بود ره. بعد چند مرحله که رفتن مسافت دیگه طی شد روز بعد رسول الله صلی فرمودن که انکم مسبح عدوکم والفطر اقوى لكم فافطروا كانت عزمه فافطرنا شما دیگه الان به دشمن دارید نزدیک فرد با دشمن ملاقات میکنید بله روزتون رو بخورید افطار کنید چرا که خویترتون میکنه دیگه میگه اینجوری امر بود و کانت عزمتن اونجا مرحله قبل اختیاری بود و بدین خاطر حتی میبینیم که شیخ الاسلام انتمی وقتی که در جنگ با تاتار شرکت می‌کنند در برابر سربازها اونها را تشویق میکنه خودش روزشون رو میخوره دقیق این هم یکی از جنگ‌های بسیار مهم اسلامی بود که بیروزی مسلمان ها بود و سبب شد که دیگه اون شوکت و قدرت مغول از بین بره و اون فسادشون از بین بره بعد. دولتشون از بین برود بله. اینجا بود که حضرت شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علی در برابر سربازها لشکر روزشون رو خوردن شخصیت علمی قوی بود عالم مطرحی بود بله. و شرکت داشتن الان در این جنگ خودشون روزه رو خوردن در برابر سربازها تشویق کردن حتما بخورید که قدرت داشته باشید بتونید با دشمن بجنگید چون اگه شکست خوردید دیگه چیزی نمونده این شا... اینجا مونده بود فقط این نیرا مونده بودن آخرین قلعه اسلام آره دیگه اینجا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که والفطر اقوا لكم انكم مسبحوا عدوكم والفطر اقوا لكم فافطروا بله امر کرده دیگه همه روزشون خوردن بس امرشون در اینجا به خاطر این موقعیتی که بود خب گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مر ظهران وقتی که اطراق میکنند شب هم دستور دادند که آتش بزرگی برافروزن ابو سفیان و جبیر ابن مطعم و بودیل ابن ورقا که اومده بودن ببینن چه خبر هست از, مکه اومده بله این ترس داشتن دیگه دستگیر میشن بعد ابو سفیان مسلمون میشه همونجا اسلام ابو سفیان حالا با توجه که ابو سفیان جز سران قریش و سران مبارزه با اسلام و دعوت نبوی بود یعنی مشهور دیگه چه نکته ای حالا تو سیرت در واقع در مورد اسلام ابو سفیان که چه چی چیزی به قناعت رسون ابو سفیان رو که بله. بیاد نه فقط ابو سفیان که از دشمنان سرسخت اسلام شد مسلمون میشه و بعد سرباز مخلص اسلام میشه بله. شما خالد بن ولید نگاه کنید درست اکرمت ابن نبی جهل خواهیم دید که در اینجا اکرمه از کسانی بود که میاد نیرو جمع میکنه و در برابر رسول الله میزد در فتح مکه بله. با حضرت خالد وارد درگیری میشه و اکرمه از جمله کسانی هم بوده که اتفاقا رسول الله صلی اجازه ده بودن که کشته سلام بشه خونشون مباه کرده بودن خونه اکرمه را خونه اکرمه را بعد اکرمه فرار میکنن بعد بر میگردد مسلمون میشه و چه خدمات جلیلی داشتن برای اسلام بله نکن کسانی که واقعا رسول الله فرمید که الناس و معاده مردم معدن هستن بله بعد فرمان اونهایی که بهترین شما. شما در جاهلیت بهترین شما در اسلام هستن به یک شرط که اذا فقه. بله در دین بفهمند دین بفهم. بحث فهم دین فقه دین است بله در دین فقه داشته فقه دین داشته بعض بعض از فقه وقتی اینجا منظور نیست که احکام تهارت و چیزا رو بدون بله. زکات و مثلا روزه و حج اینا بدون فهم فهم دین فهم مقاصد دین اونایی که در جاهلیت بزرگان بودند الان هم بزر... از بزرگان دین خواهند بود بین شرط و ببین واقعا همین ها بودن که به اسلام خدمت کردن خدمت کرد. شما خالد بن ولید نگاه کنید مگه در جنگ احد او سبب نشد که پیروزی مسلمان ها را به شکست تبدیل کنه تبدیل کنه و هفتاد نفر از مسلمان ها به شهادت برسند در تمام جنگ هایی که داشته معمولا پیروز بوده بله. و حتی بعد اسلام دقت کنید تمام جنگ هاش همیشه پیروز بود پیروزی هم بود بله. بله خب این فجای که رضی الله عزل میکنه در واقع مورخین بعضیاشون حالا تاریخ بله. اینها در مورد حکمتش که میگن میگن برای اینکه دیگه لشکریان توکلشون به خالد نباشه <تصفح> از بس خالد تو همه جنگا پیروز میشد و در واقع یک فرمانده قدر نظامی بود بله دیگه میخواست که تکیه بیشتر بر فرد نباشه بله فردگرایی نباشه فردگراهی نباشه بله خب ابو سفیان خب اه، اینها اه، حقیقتا میدونستن حالا به خاطر یک سری شرایطی که بود موقعیتی که داشتند نمیتونستند مثل ابو طالب بله و کسان دیگه حتی مگه ابو جهل نمیدونست مگه ابو لحب نمیدونست همون پیانبر بود مگه نمیدونست بله و یا باقی سران میدونستن که محمد صلی الله علیه وسلم بر حق حق هست کسی که دروغ نگفته بوده بله پدر خالد ولید ابن مغیره وقتی که میاد پیش رسول الله قرآن میشنبه وقتی بیرون میاد با چهره دیگه بیرون میاد و مردم میگن که آه ولید هم مسلمان شد گفت که خب ما سخن شعرا شنیدیم کجاش این به شعر میخوره کسانی که با جن ارتباط دارند خب دیدیم کجا این سخنش رفتارش مثل اونهاست با ساهرا سر و کار داشت میشناسیم بعد کسی گلا خطیب باشه خب این مثلا اصلا سخن نیست که عرب دیگه سرامت بود خیلی بوده. پربار هست اصلا نمیشه تو در برابرش بیستی دیگه اه. آخر به خاطر اینکه یک راه چاره ای پیدا شده باشن راهکاری داشته گفتن که سحر و نؤثر سحری که بر انسان اثر میذاره فقط تو رو سحر میکنه محمد با این کلامش خب میدونست ولید ابن پدر حضرت خالد رضی الله عنه میدونست همشون میدونستن ولی حالا به هر دلیلی بود، چی بود؟ که بود چه شرایطی بود همونطور که خداوند در مورد فرعون و فرعونیان فرمودن که و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و دونستن اما چرا این کار کردن ظلمن بود بله. نفسشون این یقین داشت حالا یعنی یه وقتایی بله. بله شما حالا در واقع اینو مطرح فرمودید به نظرتون اونایی که مردم رو به سوی قبر پرستی مثلا دعوت میکنن و به خیلی از شرکیات به خیلی از بدعتها، خواندن غیر خدا اینها به نظرتون در سران اینها نیستند کسانی که چه بسا حالا عده زیادی باشند که حقیقت رو بدونن بدونن آخذی از چه قراره اما بنابر منافعی و مصالحی یا مثلا خمسی که میگیرن یا موقعیتی که دارن حالا در همه فرق حالا ما فقط در واقع تو شیعه نمیگیم شاید در اهل سنت در کسایی دیگه که اهل بدعت و اونهایی که مردم را به کجی و انحراف میخونند نیستند افرادی که اینگونه میدونند که چی به چی هست به قول معروف اما مسالهشون و منافعشون اجازه اینو نمیده بله اینها ما میتونیم بگیم که دو گروه هستن یک گروه که واقعا میدونند بله. میدونند و استیقنت ها انفس یقین دارند که این راه اشتباه است همون راهی که خودشون هم بهش دعوت بله این چیزی است که اتفاقا قبلا در برنامه هم گفتیم استاد احمد کاتب بله. وقتی که میاد در مورد میخواد ولایت فقیه بحثی رو شروع میکنه بین در خب مرتبط هست با وجود امام و مهدی دیگه بله. یکی دیدم کسیم مهدی اصلا حقیقتی نداره تولد نشده میگه وقتی که برای علما نوشتن مراجع تقلید در شهرها و کشورهای مختلف خب جوابها مختلف بود میگه جوابهایی بود که بعضا گفتن که تهدید کردن بعد گفتن بعضی ها گفتن که سکوت جواب ندادن بعضا گفتن که بابا سفره پهنه ما داریم میخوریم سفره رو به هم نسخت آره کاسبی نکن آره یک گروه هم هستن که یضلونهم هم به غیر علم هست بله مردم را بدون اینکه علم و آگاهی داشته باشند یه اعتقادی دارن این اعتقاد باطل خودشون حق میدونن حق میدونن و مردم رو گمراه میکنن بدون علم هست بله. و مردم هم چون علم ندارن گمراه میشن بله چیزی که قرآن میفرن که یضلونه هم به غیر علم بدون علم این بدون علم افترا می بندد بر خدا بدون علم گمراه می شود بدون علم گمراه می کند بدون علم مثل همون ولد دالین تو سوره هم بله گمراهان دیگه گمراه پس یک گروه که می دونن مغدوب هستن می اما حق می دونه. اما پیروی پی نمی کنه به خاطر هر مسلحتی که باشه بله. کتمان می کند. یه گروهی که نمیدونه و از روی نادانی تو راه انحراف تو راه انحراف افتاده هر دو گروه حقیقتا هم وقتی نگاه میکنیم اونی که مقدوب علیه هست گمراه هم هست اون که مغض... دال هم اونم گمراه هست اونم علیه هست دارد. یعنی اینکه این هر دو صفت رو با هم خواهند داشت پس در معمولا این گونه هست که خیلی ها میدونند بله و اما شرایطشون مسلحتشون ایجاب نمیکنه که این کار کنه یعنی از عذاب خدا نمیترسه، از قیامت نمی آره. مگه اعتقاد به قیامت نداره هم؟ این دیگه ایمان در اون حد نیست چرا علامه برقعی رحمت الله علیه خیلی راحت تونست همه این را پشت پا بزنه اما چقدر اذیت آزار شد چقدر اذیت آزار در زندگی نامه خودش گفته سوانه هال ایام دیگه و حتی وقتی ترورش کردن در موقع نماز من تپانچه میزنن میزنن با با تیر بو الله بله اما به درجه هم رسیده بود نه درجه اشتهاد رسیده بود بله اما همین ها رو کنار وقتی به حق رسید همه رو کنار میزنه و همه خطرات رو به خرید به خرید چقدر عزت آزار شد بعضی هم نه نمیخواد خودش رو به سختی بندازه سکوت میکنه همون گمراهی رو ادامه میده و دیگران رو هم گمراه میکنه در حالی که میدونم که درست نیست میدونه که باطل هست اما مسلحتش ایجاب نمیکنه نمی. خب. حالا اینجا سران قریش هم به همین صورت حقیقتا میدونستن که حق با رسول الله حرف. صحبت پیامبر رو میشنیدن پیامبر رو میشناختن فقد لبثت فیکم عمرم من قبله افلا تعقلون خب من قبل از نزول وحی چهل سال در میان شما بودم منو میشناسید کاملا منو, منو نشناخته تا حالا یعنی بله کاملا منو میشناسید نه شاعر بودم نه سخنور بودم خطیب نبودم هیچ ادعایی نداشتم اهل چیزی نبودم دروغی از من ندیدید آره خلاف از من... بعدی از من هیچ ندیدی هیچ من, ندید. از من ندید. و الان این سخن هم سخنی نیست که من توانایی من درش باشه و شما هم نمیدونید من بیارید خب اینها اینو میدونستن اما شرایطشون ایجاب نمی کرد حالا هرچی بوده یا اینکه یعنی یه بعضی وقتها اینقدر اعتقادات باطل در انسان ریشه دوونده که بهش اجازه تفکر نمیدهد، دهد و حاضر نیست که قبول کنه ختم الله علی قلوبه اینقدر به اون اعتقادی که داره یقین داره و اونو حق میدونه که حاضر نیست هر چیزی که میشنود میبیند بار هم قبول کند با اینکه میدونه طرف سخنش این گونه است سخن درست است اما با این حال نمیتونه از اون اعتقادات قبلش دست بکشه, و جدا بشود این در میان خیلی مردم هست سلام متاسفانه اتمام حجت بر اینها شده اونی که میشنود میبیند میتونه اما نمیره و معتقد هست که اعتقاد من درست هست این دیگه برش اتمام حجت شده بله. این دیگه روز قیامت عذری نخواهد عذری داشت ندارد. که بگه خدایا من نمیدونستم و به من نرسید, من نرسید. بله. به من نیست به تو رسیده اما تو خودت گفتی اعتقاد من این درست هست مگه قبلا هم ما گفت مگه اینقدر تبلیغات الان بر علیه اهل سنت که میشه بر علیه مثلا میگن سلفیت و بهابیت کسی نیست که نشنیده باشه نشنیده باشه درسته بله خب چرا نمیره فکر کنیم این این چیه بره بخونیم اینا و... آره. چی میگن یا این در مورد اسلام گفته شده در غرب خیلی ها همین باعث شده که مسلمون شدن بله از خیلی تبلیغات بر علیه اسلام که شده اینا اومدن این اسلام چیه بله شاله به من بین اشاره فرمده استاد من کلیپ دیدم امروز اتفاقا نه دیروز اینو دیدم از یوسف ستس رو میشناسید دیگه نوازگر بله معروف امریکایی ایشون که کشیش بود قبلش رو مسلمان شد بعد خداوند هدایت داد میگه که جالبه که یکی از جلسات ایشونشون صحبت میکرد جایی که حالا غیر مسلمانی مسیحی بلند شد گفت که تو چطور با چه رویی تو مگه کشیش کاتولیک نبودی تو اصلا چطور چی چیزی تو رو کنه حالا اون از متاسبین کاتولیک بود در واقع خوده چطور تو کاتولیک راها کردی و مسلمان شدی؟ چ... اصلا با چه روی اینجوری؟ و جالبه که ایشون جواب خیلی قشنگی داد و گفت اتفاقا همین دیروز یا دیشب یک کشیش کاتولیکی من سوال از اون کردم که مسلمان شده تازه یک کشیش کاتولیک دیگه ما نشستی با هم داشتیم که ایشون مسلمان شده و من همین سوال ازش کردم که تو چرا تو ای که کشیش کاتولیک بودی چه چش... چیزی باعث شد که مسلمان بشی جالبه که ایشون گفت ما حتی در حالا اون تبشیرمون یا تبلیغی که برای مسیحیت میخوایم بکنیم میوم یه مطالعاتی در مورد اسلام هم داریم یعنی باید یک چیزایی بخونیم بله. که از اسلام بدونیم میگه ممکن نیست که یک کشیشه که واقعا به دنبال حق باشه چه بیویشه میگه از میان کاتولیکا بیویشه از میان کاتولیکا خیلی از کشیش هایی که اومدن و خوندن در مورد اسلام برای زدن اسلام یعنی از اسلام بدونن برای اینکه بجنگن با اسلام میگه سبحان الله مسلمان شدن خیلی هاشون به حق رسیدن و همین تحقیق باعث شده که بیام به طرف اسلام و مسلمان بشه و در واقع که شما فرمودید از انسان آزادانه در واقع اون رسوبات فکری و ذهنیات قبلی و عقایدی که در مورد حالا پدر و مادر بهش گفتن از جامعه گرفته از آخونده منبری گرفته از این ور و اون ور اینا رو بذاره کنار و آزاد اندیشانه بیاد کتاب الهی رو بخونه اصلا بیاد قرآن رو بخونه بله بعد مقایسه بکنه مقایسه بعد میدونه ده. که خیلی وقتا کدوم هم کدوم غلطه و کدوم درست, درست. درست. بر خیلی وقتا هست که اصلا ترس از جامعه یعنی اون سلطه‌ای که جامعه داره بر انسان انسان باعث میشه که انسان حق و قبول نکنه ده آشکارش نکنه میترسد از جامعه میترسه از جامعه میترسه از محیطش میترسه دیگه از خانواده هست دوستان هستن که ترد بشه آره ترد میشه تحمل آیا واقعا میتونه تحمل کند این که الان در یک محیطی بیاد که کلا مخالف این محیط باشه در خلاف جریان محیط این, 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 این جامعه بی و حرکت کند بله. خب این خیلی سخت هست این سخت است واقعا این سخت دشوار اینجاست بله. که بعضی ها حتی ابو طالب هم همین قضیه آره. شد که مسلمان نشه همون گفت که دیگه گفت چطوری من دین ابو اجداد رها کنم روی برم پیش قریش بله, بله. بله. بله خیلی وقتا این سبب می شود که طرف حق و شناخته اما دنبالش نمیره بله دیگه نمیتونه چون ترس از جامعه داره یعنی شرایط زیادی هست یه وقتی هم که همون موقعیتی که خودش داره اون کسی که عنوان بزرگ بوده سران بودن خب حجرت به... الاسلامی داره موقعیتی داره بله. خمس داره بهش میرسه یا هر کسی در هر بله. موقعیتی در واقع ولی بله جالب این است که دقت دق... کنید اسلام دین رحمت است بله ابو سفان دیگه سران کفر, کفر بود, بود. دیگه بله. مگه فرمانده اونها در جنگ احد نبود مگه نگفت که این به جای بدر مگه نگفت که اعل و حبل عزت و بزرگی برای حبل باد بعد غزوه خندق و فرمانده بود به همین صورت به عنوان بزرگ بود رسول الله صلی الله علیه و خب الان این طرفو آمد. گرفتن تو شده بله. میتونه راحت دستو بده که کشته بشه بکشن بدون اینکه هیچ حرفی با او بزنه و انتقام خودش رو بگیره اما اسلام بر او عرضه میکنه این ابو سفیان مسلمون بشه آیا وقتش نرسیده دیگه خدایان کاری اگه میتونستن برات میکردن دیگه وقتش نرسیده مسلمون بشی دقت رسول خدا رسول رحمت بود بله ابو سفیان دقت کنید با اینکه از بزرگان کفر بود بزرگان قریش بود بله. اما درش نخوت و مردانگی و جوانمردی بود که وقتی که هرقل از سوال میکنه دروغ نمیگه میگه اگر ترس این نبود که تا آخر دنیا که باشه هم دیگه این این دروغ به اسم من ثبت بشه اینجا دروغ میگفتم بله اما میگه ترس از ننگ باید شد که واقعی راست بگه بله درش نخوت بود اونهایی که رسول الله صلی الله علیه و فرمان داده بودند که کشته بشن حتی اگر خود را آویزان کرده باشند به پرده کعبه بله. خب کارهای انجام داده بودند که بدور از مردانگی بود یعنی دیگه خیلی زیاده, زیاده روی کرده بودن بله. خب ابو سفیان با اینکه از فرمانده بود فرمانده کل بود خب رسول الله وقتی بهش اسلام عرضه میکنه مسلمان شو قلب رحمت محبتی که نسبت به دیگران داره خیلی که برای دیگران میخواهد بله. خب همین مسلمان شدن یک رأس یک بزرگی تأثیری بسیار بزرگی خواهد داشت فردا همه اینها شده بودن سربازان مخلص و فرماندهان مخلص اسلام بله. شده بودن به خب در جنگ یرموک چشمشو از دست میده دیگه ابو صفر بله. یک چشمشو در جنگ با مرتدین از دست میده در جنگ با مسلمه یه چشم دیگه در جنگ یرموک از دست میده در جنگ با روم بله. سرباز خالد هست ابو سفیان سرباز خالد میشه بله دقت کن دیگه الان مسلمون شد نمیگه من قبلا همه کاره مکه بودن خالد الان سرباز صفر باشه <applause> آره خالد من من بزرگ مکه بودم و فلان نه تا اون شد هر کی جای مقام خودش رو میدونه دیگه بله اسلام دیگه اون چیزهایی که طبقاتی در واقع رو از بین میبره نظام طبقاتی, طبقاتی. کلا رو از بین برده بود یه اون بله. جاهلیت گذشته رو هیچی بر اساس صلاحیتی که داره بله. با اینکه ابو سفیان واقعا صلاحیت داشت ولی سرباز خالد بود سرباز خالد بود با خالد ابن ولید رضی الله عنه در جنگ با مسیلمه بود سرباز خالد بود با خالد بود در جنگ با رومیان در یرموک بله. خب دید؟ رسول خدا صلی علیه و رحمت هست بله. خیر میخواست و اینهایی که در برابر دین ایستاده بودند این گونه پیامبر تونستن اونها را سربازان مخلص کنند بله. خب جالب هست که برگردیم به بحث خودمون چون بله. فکر اگه کنم بله ورود ها. به مکه بپردازیم چون بله میگن که پنج دقیقه بیشتر وقت بله بله درسته رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر رو سهل. بعد تقسیم میکنه راست و چپ و وسط تقریبا یعنی این گونه بل. بعد حضرت خالد دستور میده که به عنوان یکی از فرماندهان فرمانده قسمت که از پایین مکه وارد شود بل. و گروهان دیگر رو فرماندهش میده به حضرت زبیر که خودشون هم در این گروهان بودند و از بالای مکه از کدامیان وارد میشن و ابو عبید عبد الجراح هم به عنوان فرمانده سربازان پیاده پیاده نظام, پیاده بله پیاده نظام بودن بله. که تنها کسی که با یه درگیری مواجه میشه حضرت خالد هست بله. جوانایی که حالا شروع اشتیاقی داشتن به رهبری اکلمت ابن درگیر میشن حد اکثر تعدادی که گفته شده گفته شده 24 نفر کشته میشن چند نفر از مسلمان ها بودن دو تا سه نفر از مسلمان ها یا چهار نفر و بقیه از بله بعد از اونها کشته شدن بله یعنی مکه فتح می شود مرکز کفر سران کفر جایی که بودن با کمترین تلفات بله این هم بر به برنامه که رسول الله صلی الله علیه و آله یک رسول. چون بیخبر خبر اومدند دیگه اونا نتونستن آمادگی نظامی پیدا کنن نیروها از جای دیگه جمع کنن بله. انتظار رو نداشتن ترس داشتن اما انتظار رو نداشتن دو رسول الله صلی الله علیه و سلم خب سلام. حرمت خاصی دیگه برای مکه قائل بودن بدین خاطر هم فرمان که اگر کسی با شما نجنگید باش نجنگید وقتی که اون گروه ها گروهان ها گردان ها را میفرستد سان وقتی میگن حضرت خالد در منطقه اونها هستن سر صدا این هست درگیری و هست گفتن چی شده گفتن ظاهرا که اینها حمله شده بعد از حضرت خالد سوال میکنه که چرا چی شده چرا درگیری گفته یا رسول الله به ما حمله کردند، دقت کنید پس اینجا وقتی که وقتی که سعد ابن عباده رژه میرفتن از برابر ابو رد شدند به ابو سفیان گفت که سعد بن عباده از سران انصار بود گفت که امروز روزی است که حرمت کعبه از بین میره ابو سفیان به رسول الله میگه یا رسول الله سعد بن عباده اینو گفت رسول فرمود که کذب سعد بله اشتباه میکنه این روزی است که حرمت کعبه حفظ میشود بله ما حرمت کعبه را حفظ میکنیم بعد این برنامه هایی که رسول الله صلی الله علیه و داشت سبب شد که با کمترین تلفات, تلفات، مکه فتح فت فت شود مرکز توحید برگردد به توحید و بعد هم رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه دیگه را بعد به اونها گفت کلا من من با شما کار میکنم گفتند بله. گفتن که اخون کریم و ابن اخین کریم بعد همه گفت که آزادید اذا فانتم, فأنتم, بطلقه. فأنتم بطلقه. کسانی که اینقدر پیامبر رو از و آزار در برابر دعوت ساده بودند چیکار با سمیه کردن با امار کردن با باقی صحابه با ابو بکر با ابن مسعود با 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 با, با همه اینها اما افراد. رحمت رسول الله صلی الله علیه و رحمت آله که این دین در واقع به بله. نسبت به شریت داره کلا شامل حال اونها شد و چون پیام این دین پیام رحمت است و پیام دلسوزی و خیرخواهی در واقع نه انتقام گیری و نه بله. قتل و کشتار و آزار و اذیت تشکر و ممنون از حسین گرامی ممنون از حضورتان و ایزان بیننده از حسین استماع شما هم ممنونیم تا برنامه بعد همتون رو و الله متعال می سپاریم الله متعال یار و نگهدار همتون باشه <متصفيق>